پاکستان به هند مرتب با هم جنگ میکردن تا اینکه پاکستان بمب اتمی ساخت. بعد از اون عملا به یک صلح نسبی رسیدن و خب این صلح نسبی به نفع هر دو شده. به نظر من علت اصلی تداوم تنش در خاورمیانه عدم توازن قواست. چگونه میشه در خاورمیانه کاهش تنش کرد؟ تنها راه اینه که اون توازن قوا ایجاد بشه. اسرائیل یک کشور صاحب بمبه. تو با یک کشوری که صاحب بمبه نمیتونی توازن قوا در چارچوبهای دیگری جز از طریق ساختن بمب ایجاد کنی. این بحث که بمب عامل صلح و این که بمب ایران میتونه دقیقا عامل صلحی اندرس و خاورمیانه باشه، هم طرفدارایی داره و هم مخالفین.